اینجا چهار فصل ولی تو دل مردمش فقط برف زمستون و سرمایه دار اینجا آینه ها تو رو به تو نشون نمیدن ببین برو به من و به حسین و علی شدن نماد ایثار عدل علی جدیه و سربریدن با چوبه دار سباب یخنی مرد پرستی و ساختن امامزاده ها تکذیب و توربین به تاریخ هزار ساله ما می نویسم از برومم از سقوط هفت هزار سال بیگانه در ایران است بیگانه در ایران با پیرو به زرتشتی از کوروش و آن پشتی برخیز به پای خود زین بیش زبونش کن بیگانه در ایران است بیگانه در ایران بیزارم از دین شما نفرین به آهین شما امیران سپاه شام سرداران خون آشام شما را مردگانی زنده میبینم خدایان شما را بنده میبینم چه شهرگری را از کهن ما برای دیگران بگذاشتیم قومی متفکرند اندر ره دین قومی به گمان یا جمعی فتاده در راه یقین می ترسم از آن که بانک آید روزی که ای بی خبران را نه آن است و نه این یک چند به کودکی به استاد شدیم یک چند به استادی خود شاد شدی پایان سخن شنو که ما را چه رسید از هیچ برآمدیم و بر هیچ شدیم با اجازه بابا بزرگمون حکیم عمر خیام نیشابوری کیوان نیشاپوری بود اسمش
وقتی که جامعه عرب زده است همه باید اسم عربی انتخاب کنن، زبون رسمی عربیه، باید همه عربی بنویسن، عربی بگن، بعد میشه تاریخ و تمدن عرب. یه جایی بیان نداره. البته یادتون نره عزیز من، ما با هیچ قوم و قبیله و کشور و ملت و مملکتی دعوا و مرافع و خشونت و درگیری نداریم، الا الذين يحكمون في ایران. فقط اینهایی که در ایران سرزمین آریایی ما اومدن روز به روز ما رو میکشن و از خودشون رو میبرن بالا و ما رو بی غیرت و بی همه چیز کردن. هیچ مردمی به این بدبختی و ذلت و بی غیرتی مردم سرزمین ما نبوده و نیست دار. هی میکشن، سال به سال میکشن. یادون میره. نه تنها یادمون میره، آرمان و بچه هارم یادمون میره. آرمان، امروز از خطر بزرگی میخوام شما رو باخبر کنم. خطر بزرگ، از یاد بردن آرمان دختران سلحشور،
پسران فرزندان دلیر کانونهای شورشی که یک انقلاب نو در جهان آفریدند. رهبرانش کیان 9 ساله، نیکای 20 ساله، مجید رضا رهنورد 28 ساله، محسن شکاری، محمد مهدی کرمی، محمد حسینی، این قهرمانان. بچه دیگران دختران ما اومدن تو خیابون، روسری خودشون رو سوزوندن، کشته شدن. هیچ پفیوز شاعری، هیچ حرامزاده هنرمندی نیومد این کارا رو ترسیم کنه. چند تا کار دیدید از هنرمندان ما که آتش زدن روسری رو بیان نقاشی کنن، بیان تابلو کنن، بیان مطرحش کنن در جهان؟ چند نفر رو دیدید از این هنرمندان، هنربندان که بیان صحبت‌های کیان پیر فلک در 9 سالگی دانشمند، در 9 سالگی پیامبر، در 9 سالگی رهبر آزادی بخش، کی اومد از سخن دیل کیان با ما حرف بزنه؟ من به زینب درود میفرستم و آفرین بهش میگم که چه فریادی زد که قرآن نخوانید بر مزار فرزند من. کیان از قرآن بیزار بود. نه ترسید، میترسن این حرف بچه رو تکرار کنن، تکرارش رو میترسن. جهان چرا اومد پشت این انقلاب میلیاردها دلار هزینه داره میره؟ چرا؟ به خاطر این شعارهای لایک بچه ها. خبرنگاره بودو بودو اومده بود شنیده بود که این محمد رضا رهنورد وصیتی نوشته، سری داده به مادرش، از اون بالای خونه اومده پایین، چاقور هم برداشته اومده پایین، وصیت‌نامه نوشته داده به مادرش. این خبر داشت، خبر داشت که توی زندانم که بود با شکنجه‌هایی که بهش کردن چی گفته بود. با این که علم داشت بوده اومد، میکروفون گرفت جلو مجید رضا رهنورد. نوروزه، نوروزه، باید یاد اونهایی رو بکنم که روز نو رو به سرزمین ما ارمغان دادند با جان خودشان. میکروفون گرفت که چی بپرسه؟ وصیتت چیه؟ تو چی؟ یادش رفته بود، میخواست بعد بگه، داد تو دهنش، گفت گفتی قرآن نخونن؟ گفت بله. بر مزار من قرآن نخوانید، نماز نخوانید. گفت چی کار کنیم؟ موزیک شاد بگذارید، شادی کنید. نیکا شاکرمی، حدیث، سارینا و مهسای عزیز که کشته شدند برای رقص و زیبایی نشان دادن و زن بودنشون، شما کی اومدید از اینا یادی بکنید؟ بچه های ماری که دختران که کشتن از قبل نشون کرده بودن، اینها به خاطر این بود که مثلا میرقصیدن و فیلماشو میذاشتن روی اینستاگرام. اینا نشون کرده بودن، این بچه ها رو زدن کشتن. ولی شما ببینید از اون روز چقدر از این کارا زیاد شده. از اون روز تا به امروز الان نگاه کنید، وای، هر روز ده ها دختر زیبا، خوشگل، رعنا ایرانی میان، میرقصه، لب میزنه، نوارش میذاره اونجا. بچه های ما رو قربانی کردن، الان دیگه فراموششون کردن. حتی من دیدم بعضی وقتا عکس هایی در میارن، آفیش هایی در میارن و این عکس ها و آفیش ها عکس مجید رو نداره، رهنورد، عکس کیان رو نداره. اینها کلک های تازیان حاکم بر میهنه.
شما باید به هوش باشید، زرنگ باشید، خوب درک کنید قضایا رو، باید خوب درک کنید قضا. مسائل مهمه. حالا از همه چیز که بگذاریم، ششم فروردین یاد روز زرتشت بزرگ هست. من به همه شما شاد باش میگم و با روز نو، با نوروز زرتشت اومده که پیام آور خرده. نمیگه منو خدا فرستاده، نمیگه از طرف اون به من وحی میشه، میگه من اومدم خرد شما رو بیدار کنم، عقل شما رو راه بندازم. ببینید زرتشت ایران سرزمین بزرگی بوده، داره روز به روز کوچکتر میشه. باید از این بعد واقعیت بگیم که از خواب بیدارش چکه و پاره میشه با همین جانفشانی هایی که دیروز شد باز فراموش کرد. ولی انسان های بزرگ داره. شما ببینید طرف پدرش رئیس فلان کمپانیه، رئیس فلان فلان هنر میشه، مشهور یا چه با پوشه قبول نداره، به باباش توهین میکنه، خورده میگیره، چه میکنه. من وقتی ویدیو دیدم که یک دختر خانم رعنای ایرانی پدرش پاکبان میگن، پاکبان داره خیابون رو جارو میکنه، کیک میگیره دستش میره پیشش، چقدر عزت بخشه. این هزار سال است که به گوش بشر میخوانن جهان کارگاه خداست. یکی میگه شیطان فریبت میده، یکی میگه دوزخ پر از اژدهاست. میگن که خدا مهربان است، ولی هزار سال است از بهشت رانده ایم. یکی دیگه یک سیب چید از درخت، ما باید که تابان شب پس بدیم.
خوب پرورش دادن، آموزش دادن، فره ایزدی درش بودن، همینطوری که نیست. استاد اکبر گلپایگانی، من یادم میاد دختراشون دوتا پاریس درس میخوندن. اون موقع اولین باری که وقت اومدن شانزیزه پیش من، اون سالهای قدیم هنوز من نمیدونستم اینا دختر گلپان اومد و اینا، پس حالا همون دختر دوتاشون البته عروس شدن، دوتاشون بچه دارن. این آوا کوچولو بود میومد خونه ما و خب تو قنداق هنوز بود. حالا ما با مهر یزدان پاک ماشالله با مهر یزدان پاک بزرگ شده. شما میدین در اون ور دنیا چجور از ایران و ایرانیت دفاع میکنه. اینان دختران آریایی. اینان دختران آریایی میشینه کنار زاینده رود با این شجاعت موسیقی میزنه، هنر نمایی میکنه. اینان دختران ایران. بعد شما انسان‌های پست فطرتی هم دارید که بر ایران حاکمن، بچه‌ها و مردم ایران رو وادار میکنن، مجبور میکنن به کارهایی که خودمون دلشون نمیخواد. آقا دیگه این روسری مال تازیان برای عبور از صحرا برای زن و مرد بود و همه دیگه فهمیدید، مدارک به شما نشون دادیم، صحبت‌ها کردیم، گفتیم، همه میدونید. باز دم باغ ایران وایساده توریست ایرانی وارد میشه میگه آقا خانم روسریت سرت کن، تازه کلاه هم قبول نداره، بزنید اینا رو تو گوششون. بی غیرت نباشید، بازداشت میشید، به درک بشید، مملکتت، میهنت، ناموست. اگه شما میلیونی اینا رو کتک بزنید همونجور کن قبل میزنید، اینا میلیونی که نمیدونستن بگیرن ادام بکنن. اون کانون های شروعشی ها تونین قهرمان های کاراته و کنفو و تکواندو و چه و چه حمله میکردن، دختر از دست این حرمزاده نجات میدادن. برای همینی که این یکم کتا آمدن آنها با دوباره این فشار دارن بیشتر میکنن. بزنید اینا رو. خیلی خوش آمدید. ضمن خوش آمدگویی شما سپاسگزارم که حجابتون رو رعایت میکنید. بسیار خوش آمدید. ممنونم. سلام، یه لحظه بایستید، یه لحظه بایستید، ببخشید. ورودتون به باغ مستلزم رعایت حجابه. حجاب رعایت کنید، بفرمایید داخل. من متاسفم، ببخشید. تشریف برای بیرون، حجابتون رعایت کنید، من در خدمتتون هستم. بفرمایید. من حمزه است که اون پوشیده از شهر میگذرم و درستی میکنم. از غبار راه پوشیدم. از غبار راه پوشیدم. آره رو سریت درست ببند. جلو ببند. آره جلو ببند. ممنون میشم. حجاب از غبار راه پوشیدم. ما سپاسگزارم که حجابتون رو رعایت کنید. بسیار خوش اومدید. ممنونم. سلام، یه لحظه بایستید، یه لحظه بایستید، ببخشید. ورودتون به باغ مستلزم رعایت حجابه. حجاب رعایت کنید، بفرمایید داخل. از غبار راه پوشیدم. ورودتون به باغ مستلزم رعایت حجابه. با کلا ممنون.
خب سلام. مرا دشمن خود بخوان، بگو من چه دارم. هرم ضمن خوش آمدگویی ممنونم که اجابتون رعایت کنید. ورودتون به باغ مستلزم رعایت اجابه. با کلا ممنون. خب سلام. زحمت بکشید بکنید سرتون. خواهرم همچنین شما. آره رو سرتون درست ببن. جلو ببن. آره جلو ببن. سرکار خانم همیرا اعتبار موسیقی ایران هست. من ارادت ویژه خودم به این بانوی بزرگ دارم. نازنین پیام نوروز برای شما دارم. فرزندان قهرمان ایران زمین که با جنبش انقلابی یک بار دیگر نام ایران ایرانی را سربلند و پرآواز تحقیر، خدا پشت و پناه شما باشد. ای مادران پدران داغدار به شکوفه های نودمیده و نورسیده خود را به وسیله این رژیم شیطانی از دست داده ای، با خانواده های عزادار همدردی و همدلی می کنم. امیدوارم این رژیم ظالم به پایان برسد. پاینده با ایران. در شجاعت و گستاخی و دلیری مردم میگم، شما فکر نکنید این سینماست یا رفته توی تلویزیون بارها اینا تا رفتن اومدن بیرون گرفتنشون بیچارا زندان هم دیگه. شما الان اسمش الان هم نمیدونی بعد هم نمیدونی. ما از این سال دلیل زیاد داریم. این آقا ببین در تلویزیون جمهوری اسلامی چقدر گستاخانه چقدر شجاعانه رهبری پلید جمهوری اسلامی و نظام جمهوری اسلامی رو چه دلیر میزنه. از کنار زن ایرانی رد شده، شجاعت زن ایرانی رو گرفته، حرفاشو جالب میزنه. شما شجاعت داشته باشید، نترسید. انسان ترسو هر روز پستر میشه، سرزمین رو به پستی میبره. سلام، خسته نباشید. کجا میرید؟ مسافری؟ سفر نوروزیه؟ کارت ماشین گواهی دارم. چی شده؟ چه اتفاقی افتاده؟ من گفتم سرعت رو زیاد بوده. این میزان شادیش رو سنجش کنید لطفا. خیلی کمه. چنده؟ 32. چرا نمیخندی؟ مگه سفر نوروزی نمیخوای بریم؟ مگه سفر نوروزی نمیریم؟ مگه نباید خوشحال باشید از سفر؟ و چرا حالش خوب نیست؟ شما بله، ایشون نه. من به شما گفتم شما سری رفتی؟ من گفتم چرا نمیخندی؟ ببین از 25 اسفند یه بانوی اعمال شده، راننده هایی که خندون نیستن، حالت رویشون شاد نیست. از که تشکیل دیگه تست ما میگیریم و متأسفانه ماشینه میخوابونیم. اولی بار با عزیزی سردارم این سیستم که دادومه شادی ماره. اون ماشین میبینیم این جدیده تو تصویر داره برای کلن اخری هم. بله کلن این 29 کلن ماشین شما بیده پاکی هم اتفاقه بوده. خدا روشم همه چی بوده، همه چی بوده. مشکل باشی حل میشه مشکلت بزنم. نه اصلاحات خود باشه ماشین رو میخوابونم چون تو دور میخندید. یه بیسی بودن کفی بیاد خواهشو هم یه کفی استعلام کنید بیاد. من یه کار میتونم برای بکنم. شاد چی؟ دستگاه جواب بده من اعتراف شما بده. یه کاری کن خودت شاد بشی بزنم بده. چی کار میکنی بخندی؟ من اینجوری نمیذارم بری. تنها راه اینه که شاد باشی. هر کی داره میبینه خدا شده میگه بیغم. چیکار میتونی بکنی شاد چی؟ منو تو جوک میخوای بگی؟ من نمیدونم. بابات میخندونه تو ماشین یا نه؟ نمیخندونه. بچه‌ها میگه نه دیگه. بخند بچه باید بخند من ببینم اجازه بدم بریم. از نظر خنده بخوای یکی از جوکترین آدمایی که تو فامیل منم اونجا سازمان این چیزی رو جوک بگو بابا بگو به نظر شما خنده دار بود؟ بخونم بخون ببینم بخونم بخونم
چی خندید اصلا؟ این خنده دار نبود که شادش الان دست مراجی با خواهی های گریه کنم من دوباره تست بگیرم جا تمام داره بگیر الان بخندیم یکم هم من یک بود دوره نیم جا دیگه رفت کنم نه اصلا قره داقی نه ازام بشه برو ازام برو فرهنگی شاتو جاده مشکونه نزدیک همونه بله ازام شن برو ازام بشه محل استقرار سلام اصلا نباش خوب هستی شما مسئول برو شاد کنی اصلا نباشی چه عجب نزدیک ما بودی یعنی مقاله بودی بارد نه خواهد شادش کنی دستگاه کم نشون میده بعد بپابونم باشته اگه نتونی نه بسکو بهتر شما بله بله به مرز داریم میرسیم به گروه بگو شادش کنن بسه بسه استوار قرده بگو یه تست بگیر دو طرف بالا دو طرف. شما زا... اصلیتا کجایی شما؟ بله اصالتا بله. شما لوری؟ بله بله اصالتا لورن میتونی همکاری کنی باشون؟ تو قرار بود تست کو نمیخوام بله اونو بده خندون شما خودت خندون اوکی اوکی خنده رو بدید الان شادی مشروط به دو قضیه شما میتونی به سفرت ادامه بدید یک تا ته مقصدشون خندون باشه همینجور خندونی خوراده محترم رو بری شما یعنی دوربین بعدی الان رو بیستیم بهتونم دوربین بعدی فکر ازت بگی من خط اینجا تو فکر از اصلا خراب بود فقط میگم بخوابونه الان مگه بخواب در غیر این صورت میگم که بخواب الان رو بیستیم اعلام کنید بگیر ازت خوابونه باشه نه خواهش میکنم بعدی فهمه من مطلع بعدی واسه دوربین ما یه دسته کن بده و بریم برای اون دوربین آقا اسکندر داده بیا آقا بیا در نظر بگیرید شادی وقتی که اون سال شعار میدادیم که جز به شادی نکوشید شادی در هر کجا شادی در روح و روان انسان تأثیر مثبت میذاره شادی به تو توان میده تا گستاخانه جلو بری پیش بری شادی با شادی خب ایران که همه شیخ و ملای شپشو نیستن که در همه جا ما انسان‌های پاک آزاده داریم پلیس رو میاد با کامرای با دوربین مخفی ببینید تو جاده وای میسته که آقا بخند قربونت برم شاد باش داری میری تعطیلات داری میری تعطیلات شادی کن لبخند بزن خانمتو بوس کن شما خانم آقاتون رو شوهرتون رو بوس کنید آغوش باز کنید برای هم مهرورزی کنید تنازی کنید زیبایی نشون بدید ایناست که الان آخوند رو میلرزونه و تو رو شاد میکنه خانوادت رو پرنشاد میکنه من از اینجور برنامه هایی که میسازم بچه ها در داخل ایران سپاسگزارم چقدر جمهوری اسلامی پول خرج کرد کشورهای دیگه اسلامی پول خرج کرده و میکنن که اسلام و قرآن و اینا رو ببرن بالا حالا از همون دست رفیقشون ضربه میخورن از همون رفیقشون ها رفیقشون که روسیه است. روسیه الان تا این اتحادی هم که داره جمهوری اسلامی با عربستان سعودی میبنده یعنی کشورهای اسلامی دارن تقریبا متحد میشن این خطر برای جهان هست خطر برای ما که هست هیچ خطر برای جهانه شما در نظر بگیرین روسیه که الان داره اینها رو یکی یکی وارد کمپ خودش میکنه در برابر امریکا که دلار هم تا چند وقت دیگه خیلی وضعش در جهان دشوار خواهد شد چون روسیه شکست نمیخوره از اوکراین اگر شکست نخوره که نمیخوره اون ابرقدرته غرب هم اگه بهش وارد جنگ نشه جنگ جهانی سوم نشه در کوتاه مدت حتی همین الانش که هست یک طیف از کشورهای جهان رو با خودش همراه کرده که بیشتر کشورهای اسلامی هستن
اینا به بهانه ضدیت با آمریکا و اسرائیل رفتن تو آغوش الان روسیه. ولی روسیه که مسجد گوهرشاد مشهد رو به توپ بسته، ده ها که نه صدها ایرانی آزاده رو اعدام کرده، برید تاریخ رو بخونید، و چند صد شهر ایران، تقریبا 300 تا شهر ایران و استانهای بزرگ ایران صاحب شده تا یه 200 سال گذشته. ببینید که قرآن را میسوزونن که خودشون رو گرم کنن، با افتخار این کار میکنن، با افتخار این کار میکنن. حالا یه کار توی امریکا صورت میگرفت، یه توی کشور غربی جنجالی را مینداختن، خود روسی هست، سربازای روسی قرآن رو میسوزونن. Дивись, ну що ти, на що? Да, дивись, около баранди. Ой, Коран, чорбанська книга. Рви її, сука, будемо палити її. Давай, рви її, сука, давай. Ось так, добре. О, горить чорбанська книга. Дуже добре горить. О, چربانسکا. یک غریب بماغه، دا؟ در این نوروز سال 7761 تازی پرستیر میذارید کنار، نوروز سال 7761 در این نوروز پیروز آریای میترایی 1402 سالی که بهت حمله کردن بدبخت، همه هم میگه آقا سال رسمان نمیشه کار، این همه شون یا سادات تازی هن یا با شیخان یه جوری پنهان با اون رژیم هن. این رژیم که تا حالا مونده به خاطر این بوده که در پنهان نیروهای زیادی داره. سالها پیش من گفتم از زمان شورای انقلاب حتی یک آدم آدم فرستادن خارج، یک بوت اپوزیسیون که فقط کنترل دست خودشون باشه، هر جا خواستن جلو، هر جا خواستن عقب، هر جا خواستن. همین الان هم یادتون نره، الان داره توطئه عملی میشه، الان دارن اپوزیسیونی که داره میتونه متحد بشه و نظام رو بندازه دارن کمش میکنن، شکاف توش وجود میرن، کانونهای شورشی که اصلی ترین نقش رو در زدن سرکوبگران داشت، سرکوبگران رو کتک میزد، نمیذاش به دخت ایرانی دست داشته باشن این حرامزاده. اینا دارن همه را الان جدا میکنن و یک سری شاد بی بخارار بذارن برای عنوان اپوزیسیون که با سرنخی چون دست خودشه. جریان ویلیام کولبی رئیس سازمان سیا و اوریانا فرانچی رو من به شما بارها سالها قبل گفتم که علی خامنه ای هم کتابش اون سالها از من گرفته بود خونده بود. اینها الان اون سیستمی دارن دنبال میکنن. شما زرهن باشید، از هول حلیم نیفتید توی دیگ. هر کی میگه سال 1402، هر کی میگه سلام علیکم حاج آقا حال شما چطوره، اینا همه در پوشش فکری دانسته ندانسته تازیان هستن دیگه. استاد فریدون جنیدی اساتید بزرگ در طول تاریخ اومده میگن آقا سلام یعنی تسلیم، دستو بالا، از سلام و علیکم یعنی من تسلیم شما هستم. خود اینو میگن اهلا و سهلا، 40 سالی دارم بهتون میگم. یوشن لج میکنه، سلام 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 سلام، لج میکنه. 1402 یزدگردی خورشیدی، لج میکنه. ریشاشو برو نگاه کن، یارو سادات تازی ریشه شو برو نگاه بکن، یکیش سرش بند به یکی از گروه های اسلامیه، اما اسلامی گروه، گروه اسلامی تنها که خمینی و خامنه ای و روحانیون داخلی ها نیستن، همراه خودشون 100 تا فرقه دارن، 10 تاش هم تو خارج دارن و الی آخر. حالا در این نوروز سال 1761 دو تا یادگاری به یاد شهیدان عزیز این سال. ما شهید زیاد داشتیم ولی این سال که گذشت، یکی پیام پدر محمد مهدی کرمی عزیزم هست که تمام مدالای بچه‌شو، عکسارو، بچه‌ی تو نیست، بچه ایرانه، فرزند دلیر ایرانه، این رستم الان اینه، فرزند مثل سپاسگزار بود سر خاک حسینی. آقای کرمی، جناب کرمی و بانو نشستن و پیام آقای کرمی رو گوش می‌کنن، پیام نوروزیشو و مدالایی که این قهرمان به دست آورده بود. درود بر مردم با شرف سرزمینم.
تمام ایرانیان سراسر دنیا که در این مدت با من و خانوادم ابراز همدردی کردند. از اون طرف این گردهای ایرانی آریایی گردها که در چهار کشور اینا رو پراکنده کردن، ایرانیان اصیل فرهیخته پاسداران اصلی آتش زرتشت، نامهای ایرانی فرهنگ کهن آریایی با نامهای مختلف عرفان و خداشناسی و تصوف و اینا، همه فرقهایی بود که در آوردن با تفکر زرتشت ولی یک جوهی به اسلام چسبوندنش که بتونن دوام بیارن. ولی آتش زرتشت رو هزاران ساله که گردهای ما، گرد نگید بگید گرد، اینا گردن، تازیه چون گاف ندارن گردهای و گردستانی ها رو کردن کردستانی گرد. این گردها رو ببینید. ای برایح و سنگری زرگی خبر، ای رفیقان ای عزیزانی ولاد، ای برایح و سنگری زرگی خبر، کردن آلینم امن پک و تنیم، تید کوشم با وصل تا کودجیم، کردن آلینم امن پک و تنیم، تید کوشم با وصل تا کودجیم، تاب مینی نورش تاو هیزی بیم. برادر و خانواده مهسای عزیزم، مهسای گردستانی، آتش زرتشت رو در نوروز میبرن و بر مزارش برمیافروزن. همین آتش زرتشت رو در پاریس ناپلئون از ما گرفته. اول شانزلیزه که شما میرید میدان اطوال هست، اون طاق نصرته زیرش آتش زرتشته. هر روز این آتش رو ساعت 6:30 سر شب 18:30 دوباره روشنش میکنن و این یک افتخاره که هر روز یک گروه خاصی میاد برای این آتش افروزی و روشن کردن آتش در مزار سرباز گمنام در پاریس. از ایران گرفتن اینو، منم این افتخار داشتم یک بار. بر مزارش آتش افروزی میکنن، شاد باشید. همیشه شادی است که روحیه میده، مهرورزی است که عشق و جاودانی به این اون میده. الان های مردوک که کمپانی های بزرگی است، ماهواره مالیشونه، تقریبا تا حدودی این تلویزیون ماهواره ایران که در ابتدا اومد کار ایشون بود. حالا رفته بعد در 90 خورده سالگی زن جوان گرفته، حسودیشون میشه مردم. شما برید به پیامبر اسلام حسادت بکنید و غیره که اطلاعات شد دارید. به هر حال
اینه که مهربان یاران شما سعی کنید جز به شادی نکوشید و خرد همیشه با شما همراه باشه و خرد ورزی و خردمندی. مهربان یاران پیش از اینکه با شما خداحافظی کنم، امسال میدونید عزیزان بسیاری رفتن پاسارگاد، خیام، سعدی، فردوسی، اینقدر شلوغ بود باغهای آریایی ایرانی و جایگاهی مثل تخت جمشید که حد و اندازه نداره. ایرانی میدونه چطوری با دشمن خودش مبارزه بکنه. عزیزان من میدونه ایرانی. حالا میبیسیرم که شنیدیم میگن رادیوش بستن، وای آخونده همچی خوشحال میشن، میگن تبلیغ میکنن، دیدیم ما انگلیس هم که کردیم چیز کردیم. کی رادیوی بی بی سی رو گوش میکرد؟ دیگه تلویزیونه، حالا همه همه این رادیوه دیگه، حالا تلویزیونه. ما رادیومون الان 25-28 ساله، از سال زدن ندبنج رادیو همزمان تلویزیون هم هست، 28 ساله. حالا از روزی که اینا بسته شده هم رادیو آوا ایران پاریس که جهانی بود جهانی تر شد. به همین خاطر شما اگه دوست داشته باشین یک شنبه ها میتونید گوش کنید، از ساعت 2 تا 4 به وقت ایران آگهی نداره هیچ و فقط ترانه های شاد ایرانی و کم کم سخن هم خواهد اومد. بعد این رادیو رادیو فرانسوی است که من حدود 40 سال باهاش همکاری میکنم و مرغان شیوا دخترم مدیر اونجاست، 6 ساله الان. این رادیو رادیو فرانسوی زبانه، نخستین رادیوی آزادی که روی اف ام اومده. شما اگه پاریس اینا هستید روی اف ام میتونید گوش کنید، 95.2 اف ام. اگر هر کجای دنیا هستید میزنید رادیو پاریس دات نت، رادیو پاریس دات نت. اونایی که فرانسوی بلدن یا دلشون بخواد صحبت فرانسوی بشنون، آهنگ و ترانه فرانسوی گوش بکنن، 24 ساعت میتونید هر جای دنیا که هستید وصل بشید به این. حتی این آلکسا و هر سوپختی که تو دنیا باشه این رادیو رو شما بگید اسم فرانسویش هست ایسی متنو اینجا و حالا شروع میکنه به خوندن. سال 1980 21 جوان دوست عزیز من دیدی دوپلش که برای ایران خیلی جانفشانی کرد، گفتم قبلا خیلی برای ایران کار کرد، این دوست نازنین این رادیو رو پایه میذاره، ای سی ام اتنو اسمش میذاره. فرانسوا میتران که رئیس جمهور میشه 6 ماه بعد یک کتاب مینویسه ای سی ام اتنو. و این یعنی چی؟ یعنی رئیس جمهور فرانسه فرانسوا میتران از شنوندگان این رادیو بوده و از مریدان این رادیو و دیدیه دوپلش بوده. دیدیه ما سال هم که برای شما میدونن رادیو به زمان پارسی داشتیم که الان هم هستی که میتونید گوش کنید، از کانال همین رادیو بود که دیدیه دوپلش یک ترانه خیلی زیبا هم داره که لوگو هست که پخش میشه که میگه زرتشت اومد و بودا اومد، اینا هر کدوم رقص شادی رو ارگانیزه کردن. که آقای دیدیه دوپلش این شعر رو سال 1980 میسرایه که هنوز من تازه از ایران فرار کرده بودم، وقتی که بعد 3-4 سال اینجا به هم رسیدیم این ترانهش من گوش کردم، گفت ببین تو اون ور دنیا من این ور دنیا، از زرتشت گفتم. De voir tant d'ignorance, parfois se jouent des apparences. Envoyez ces messagers, Jésus, Socrate, Siddhartha, Marie, Krishna, Zarathustra. Envoyez ces messagers, Jésus, Socrate, Siddhartha, Marie, Krishna, Zarathustra. Envoyez ces messagers. Jésus, Socrate, Siddhartha, Marie, Krishna, Zarathustra. Tout en camon, robin des bois, chacun son tour conduit la danse. Porté par la lumière, ne peut retourner au-delà des images, à la source du temps, ici et maintenant. Ici et maintenant. Ici et maintenant. تا بود
به ایران، زرتشت، انسانیت وفادار بود. 40 سال من در رادیوش برنامه فرانسوی زبان داشتم. 40 سال دارم الانم به زبان فرانسه. یک بار نیامد به من بگه فلانی در این مورد حرف نزن، فلانی اینو نگو. و چندین بار به خاطر ما رادیوش در خطر قرار گرفت و یک بار سال 1961 که جمهوری اسلامی رسما ازش شکایت کرده بود رادیو بستن. این مدتی او موقع جنجالش راه افتاد، رادیو بستن به خاطر شکایت جمهوری اسلامی که آقا ما برنامه نشوشیم. جیدی همون اسمش دیدی از دوپلش همون موقع صحبت کرد، گفت به من گفتن که گفتم آقا ببندید من فلانی رفیقمو قطع نمی‌کنم. 1996 دیدی دوپلش کسی است که نخستین تامپل بودا در اروپا رو در سال 1974 فرانسوی است میسازه، تامپل رو پایه‌گذاری میکنه، اولینه. بعدن ایشون مثل خیلی دیگه بودایی نبود ولی اسپریچوالیته رو داشت و رادیوش رادیو بود که هست که یه جورایی حرف میزنه که جای دیگه و حرفا نمیزنن. رفته نیست. در این نوروز دیدی هم با ما نیست، روانش شد. مهمان یاران به پایان برنامه میرسیم. از بود شما با ما سپاسگزاری میکنم. دستان گرم برادرم مهندس امیر شجره رو میفشارم و میگم تا برنامه دیگر بدرود و خدا نگهدار. historique pour la radio ici et maintenant suite à la proposition de David Abassi, Emmanuel Macron aurait plus utilisé le mot djihadiste mais terroriste islamiste. Et quand vous dites djihadiste, vous donnez la valeur à l'individu et son acte. Comme avant eux ceux qui depuis 2015 ont été victimes du terrorisme islamiste. Vos collègues sont tombés sous les coups d'un islam dévoyé et porteur de mort qu'il nous revient d'éradiquer. Face au terrorisme islamiste, nous mènerons le combat sans relâche. Le tome 2 du livre « Dialogue avec l'histoire », 104e ouvrage de David Abassi, philosophe, créateur et rénovateur des idées, nommé auteur controversé par la Bibliothèque nationale française, vient de paraître avec 35 interviews parmi plus de 500 rencontres de David Abassi avec les personnalités nationales et internationales chez Amazon. Sinon, envoyez 39€ sur notre compte PayPal à l'adresse institut@avesta.net. institut@avesta. من با خدا رقصیدم. 10 کتاب جنجالی سیاوش اوستا در 1 کتاب. از میترا تا محمد، قرآن سروده‌ای به سبک پارسی، دینداری و خردگرایی، افسانه افسانه ها، خدا را در خواب دیدم زار زار گریه می کرد، تاریخ آریایی، هویت ملی و سازمان جاسوسی الله، پژوهش و گزارشی از برنامه ها و شگرد های انواع و اقسام سازمان های جاسوسی، امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران. آیین اوستا، ایران با بیش از 7000 سال پیشینه تمدن. 65مین اثر سیاوش اوستا، کتابی برای کسانی که در جستجوی شناخت بهتر زرتشت و آیین اوستا هستند و کتابی سرشار از آگاهی‌های نوین از تاریخ، تمدن، اندیشه و فرهنگ و هنر 7000 ساله ایران. کتابی که پاسخگوی ده‌ها پرسش شما از اوستا و آیین کهن شیراز، برداشتی نو از سرگذشت حافظ به روایت سیاوش اوستا، از قرآن خوانی تا پیرو اوستا شدن، حافظ و جریان عاشقی او، راز فال حافظ، اعدام ای دوست بیا، ای دوست بیا، تا غم فردا نخوری، این یک دم عمر را غنیمت شمریم، فردا که از این دل کهن در گذریم، با 7000 سالگان سر به سریم.
فردا که از این دیر کهن در گذرم و هفت هزار سال گذر سر به سریم سر به سریم. قاضی در گوشی به خیام گفته این نخستین بار است که کسانی از صف متهمین برای من کف میزنند. نخستین متهم را صدا میکنند. تا به پا خیزد. ابو عیاض 35 سال دارد. قاضی خطاب او میگوید تا کنون چند بار به جرم شراب خاری بازداشت شده اید و به تعهدات و توبه خود عمل نکرده اید. امروز در میدان شهر شما 30 ضرب شلاق میخورید تا عبرت دیگران باشید. ابو عیاض فریاد میزند من باده خورم ولیک مستی نکنم الا به قدح، دراز دستی نکنم، دانی در ازم زمی پرستی چه بود تا همچو تو خیشتن پرستی نکنم. ابو عیاض ادامه میدهد امروز که حکیم بزرگوار عمر خیام در اینجا حاضر است، من از اون میخواهم که به عنوان وکیل مدافع از من دفاع کند. قاضی با عصبانیت گفت وکیل مدافع چیست؟ پیرمردی اجازه سخن خواست. قاضی به او فرصت سخن گفتن داد. پیرمرد از جای برخاست، گلویش را تازه کرد و با صدایی بلند گفت در بارگاه پادشاهان کهن ایرانی رسم بوده است که متهم پس از شنیدن موارد اتهام سخنانی را در دفاع از خود بگوید یا از کسی بخواهد تا در دفاع از او سخن بگوید.